تاریخ اسلام را از نو باید نوشت. با توجه به این نکات ادعای این است، جمع‌بندی من در این قسمت اینه، با توجه به این نکات ادعای این است که حکومت و فرمانروایی امری است بشری و زمینی و از مقوله شرع و دین خارج است. اساسا دین حکومت ذاتاً و ماهیتاً نمیتواند امر شرعی باشد و به طبعا نمیتواند امر فقهی باشد. این مدعا از 150 سال پیش تا کنون در جهان اسلام، حرفی نیست که اولین بار من دارم میزنم، این مدعا از 150 سال پیش تا کنون در جهان اسلام کم و بیش به وسیله مصلحان و نوگرایان مسلمان مطرح شده است، هرچند که هنوز هم این فکر سخت غریب می نماید و سنتگرایان و به ویژه بنیادگرایان جزمندیش آن را با انکار دین و نفی شریعت الهی مساوی و مسابق می بینند. و شگفت این که در مقابل اونا اون یه روی سکه است روی دیگر سکه، و شگفت این که در مقابل دین ستیزان بنیادگرا و جزمندیش هم این حرفی که بنده گفتم اون را و این را به اصطلاح فکر اندیشه را برساخته و تفسیر خودساخته نو اندیشان دینی می شمارند که از سر اصرار و برای نجات اسلام گفته می شود. این بحث من در مورد بخش اول. و اما در مورد بخش دوم، یعنی زیست مؤمنانه در جهان عرفی، پنج دقیقه چشم، امیدوارم پنج دقیقه تمام شد. آره ما سعی کردیم از روی نوشته بکنیم که خیلی منبری نشه. تو خلق کانادا دیدیم چه خیلی منبری هست. اما در مورد بخش دوم، یعنی زیست مؤمنانه در جهان عرفی، حالا بعد از این صحبت ممکنه این سوال طبیعی به ذهن شما بیاد یا هر شنونده‌ای بیاد که خب پس مؤمنان در نظام عرفی، در جامعه عرفی چه جایگاهی دارن، چه نقشی دارن، چه نقشی میتونن داشته باشن. اما در مورد بخش دوم، یعنی زیست مؤمنانه در جهان عرفی، بیش از پیش از هر چیز لازم است توجه کنیم که برخلاف تلقی عموم مؤمنان، زیست مؤمنانه اتفاقا در جهان آزاد و در نظام حکومت عرفی و غیر دینی هم ممکن است و هم مطلوب، حداقل به یک دلیل ساده، و اون ابتنای ایمان و اون ابتنای ایمان که گوهر دینداری است به آزادی، که منظور من از آزادی هم به طور مشخص آزادی اراده، آزادی وجدان و آزادی انتخابه. اگر این ایمان رو ما مبتنی بر آزادی بدانیم و به حکم عقل و منطق امور و تجربه میتوان گفت که در فضای آزاد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی میتوان ایمان مختارانه و آزاد و به تعبیر قرآن دین بدون اکراه داشت، نه در نظام‌های اجتماعی و سیاسی استبدادی و خودکامل. برخلاف تصوری که عمومی دیداران فکر میکنند باید حکومت مذهبی داشته باشند تا دینشون محفوظ باشه، واقعیت این بحث فلسفی انتزاعی نیست. میتونیم بحث به قول اهل فلسفه که بحث پسینی بکنیم، نه بحث پیشینی. بریم تو واقعیت تاریخ. در 420 سال حکومت از کنه مذهبی ساسانی ها، در دوران 240 ساله حکومت مذهبی صفوی ها، حالا قاجاریه رو شاید نیمبند بتوان مذهبی دانست، و به طور خاص چرا به تاریخ بریم، همین حکومت 31 ساله حکومت جمهوری اسلامی که پیش روی ماست، اگر به واقعیت توجه بکنیم اتفاقا برعکس تصور عموم مسلمانان سنتی ما که فکر میکنن در نظام مذهبی است که میتونن دین ایمانشون رو حفظ کنن، میگیم اتفاقا در حکومت مذهبی امکان حفظ ایمان به طور واقعی به همه جانبه لاغت برای همه وجود نداره. قابل تأمل این که در حکومت‌های ظاهراً دینی و شریعت محور به دلیل انحصار، چرا این حرف میزنم؟ توجیه من در واقع اینه، قابل تأمل این که در حکومت‌های ظاهراً دینی و شریعت محور به دلیل انحصارگرایی ایدئولوژی و فقهی گریزناپذیر ایمان مختارانه دشوار می‌شود، چون اساس ایمان با اختیار است و آزادی و بدون اکراه. در حکومت‌های مذهبی ایمان مختارانه دشوارتر می‌شود تا مثلا در انحصارگرایی‌های خودکامانه غیر دینی، زیرا حکومت دینی عملاً به دین حکومتی تبدیل می‌شود، چرا که به شکل الزام‌آوری معمولاً یک قرائت دینی و یک مکتب فقهی ایدئولوژی رسمی حکومت می‌شود و هر نوع دیگر اندیشی مؤمنانه را مؤمنانه انکار، مزاحم، خطرناک و در نهایت طرد و سرکوب می‌گردد.
همه در همه حکومت‌های مذهبی تاریخ این حادثه اتفاق افتاده، فقط در جمهوری اسلامی نیست اتفاق افتاده، در همه حکومت‌های مذهبی. به خصوص من ارجاع میدم دوستانی که به خصوص کسانی که با دیدگاه شوونیستی به تاریخ ایران نگاه میکنن، به تاریخ 120 تا 420 سالی حکومت ساسانی ها نگاه کنن. این جمهوری اسلامی بیشتر شباهت به عصر ساسانی دارد تا به اون وضعیت و شرایط مدینه قرن هفتم میلادی. تازه فقط عذر میخوام آقای دکتر یه اشاره بکنم برای اینکه فکر نکنم حرف بی‌دلیل دارم میزنم. شما تاریخ ساسانی ها نگاه کنید، تا قبل از ساسانی ها، از آغاز مادها تا حدود تا اواخر نبرد ساسانی ها، دیگر اندیشی در ایران آزاده به طور نسبی. از کوروش و داریوش بگیرید و سلوکیان بگیرید و اشکانیان رو بگیرید تا دوران ساسانی ها، کمتر کسی است که به خاطر عقیده، فکر، مذهب، هر چیزی هست مجازات شده باشه. اما وقتی حکومت مجهز بشه به ایدئولوژی رسمی مذهبی و آیین زرتشتی، موبت شاهی عرض کنم برقرار میشود، یهودی کشی را میفته، مسیح کشی را میفته، بودایی کشی را میفته. چرا؟ برای الزام حکومته، یعنی از ذات اون حکومت و اون سیستم و اون تفکر این مسئله برمیخیزه. چرا که به شکل الزام آوری معمولا قرائت دینی، ببخشید این جمله رو دوباره تکرار نکنم از وقتم استفاده بشه، تازه اگر هم مؤمنان در خوشبینانه ترین حالت، اگر هم مؤمنان یک دین یا یک فرقه از آزادی مذهبی کامل برخوردار شوند، یعنی همون وابستگان به حکومت مذهبی، تکلیف انبوه دیگر اندیشان دینی یا غیر دینان یا غیر دینی چی می شود که بنابر سفارش قرآن و اصل آزادی ایمان و انتخاب دین، یعنی همون اصلی که فقها خودشون گفتن تحقیق در دین واجب است و تقلید حرام، در این صورت باید دین مختارانه با دین مختارانه باید زندگی کنند و هیچ یک اکراهی و تحمیلی در باورهایشون نباید وجود داشته باشه. خب خودشون میگن، پس در این صورت چیکار باید بکنن اون کسانی که بناس دینی بدون اکراه داشته باشن؟ بنابراین در نظام‌های ایدئولوژیکی مذهبی از هر نوع که باشد، نه آزادی برای مؤمنان باقی میماند نه برای غیر مؤمنان. به عنوان شهروندان آزاد و به تعبیر دینی بندگان آزاد خداوند، اینجاست که استبداد دینی از پس پرده تاریخ خود را نشان می‌دهد و مجتهد بزرگی چون نائینی در عصر مشروطه استبداد دینی را خطرناک‌ترین نوع استبداد و علاج ناپذیر می‌داند. مهندس بازار نائینی بر اساس تجربه تاریخ اسلام میگه، نائینی جانلاک را نخونده بود، با تاریخ غرب هم آشنا نشده بود، او بر اساس تجربه تاریخ اسلام اتفاقا این رو میگه، میگه هر نوع استبدادی علاج پذیر است جز استبداد دینی. دلشان روشنه برای که استبداد دینی خود را نماینده خدا می داند و به نام خدا فرمان می راند.